جوجه اردک زشت درون، نویسنده دبی فورد. مقدمه. بیش از 12 سال پیش نوشتن اولین کتابم را شروع کردم، جوجه اردک زشت درون. در آن زمان نمی‌دانستم استقبال خوانندگان از این کتاب چگونه خواهد بود و حتی اینکه اصلاً این کتاب چاپ خواهد شد. اما به دلیل تحول درونیم که مایه تغییر بسیاری چیزها در زندگیم شده بود و اصرارهای خواهرم آریل، احساس می‌کردم که باید خردی را که موجب دگرگونی در زندگیم شده است روی کاغذ بیاورم. سالهای سال تلاش کرده بودم انسان بهتری باشم. دوست داشتم با سربلندی زندگی کنم، به خودم باور داشته باشم، شهامت خواستن به آنچه نیاز داشتم را در خود پرورش دهم و زندگی با ارزش برای خودم دست و پا کنم. دوست داشتم هر روز صبح با لبخندی بر چهره‌ام بیدار شوم و بدانم که دیگران دوستم دارند. به شدت نیاز داشتم که احساس کنم با ارزش هستم و تشنه این بودم که از تمام ظرفیت‌هایم برای زندگی استفاده کنم. درد درونیم بیش از چیزی بود که تحملش را داشته باشم تا اینکه بالاخره خود واقعیم را ملاقات کردم. احساس می‌کردم شوکه شدم، چرا که فکر می‌کردم خود واقعیم هر آنچه را که نیاز دارم تا کامل باشم به من می‌دهد و هر مانعی که در راه کامل بودنم وجود دارد از میان برخواهد داشت. درباره کسی که می‌خواستم باشم خیال پردازی می‌کردم، اما هرگز باور نداشتم که بتوانم به آن تبدیل شوم. تلاشم برای دوست داشتن همان کسی که بودم مرا واداشته بود تا در دنیای روانشناسی و شناخت درون به دنبال یاری باشم. روزها گذشت و در این راه سختی‌های زیادی را تحمل کردم و بسیار اشک ریختم، اما هرگز از آرزوی تبدیل شدن به فردی بهتر دست نکشیدم. سپس یک روز سوسویی از آنچه می‌خواستم مشاهده کردم و متوجه شدم آنچه به دنبالش هستم درون خودم است. روزی که شکوه واقعیم را یافتم احساس شگفتی و سردرگمی داشتم، چرا که این حالت با خلاص شدن از خود واقعیم به دست نیامده بود. این حالت با حذف بخش‌هایی از وجودم که از آنها دوری می‌کردم نیز به وجود نیامده بود. این حالت از جایی آمده بود که اصلاً فکرش را هم نمی‌کردم. این حالت را آن روزی تجربه کردم که گنجی را در تاریکی یافتم. متوجه شدم که در تمام رفتارهای اشتباهم نوری پنهان است و در رخدادهای ناگوار گذشته‌ام نیروی نهفته است. آن روز مقدس بود و هرگز آن را از یاد نخواهم برد. روزی که متوجه شدم لازم نیست از تمامی آنچه گمان می کردم اشتباه و بد است باید خلاص شوم. در واقع عکس این مسئله کاری بود که باید انجام می دادم. وظیفه‌ام این بود که خود انسانیم را به خودی فوق عادی تبدیل کنم. در آن لحظه بود که از ته دل عاشق خود خطاکارم شدم و به این شکل به سوی کامل بودن، شادی، دوست داشته شدن، مهربانی و ارزشمند بودن گام برداشتم. هنگامی که خود انسانیم را در یک دست و خود معنویم را در دست دیگر گرفته بودم، زندگی فراتر از آنچه آرزویش را داشتم تجربه کردم. همینجا بود که بالاخره دانستم عشق واقعی به چه معناست و چه احساسی دارد. این عشق به هیچ کس دیگری نیاز نداشت. این عشق زاییده رابطه عاشقانه و همراه با اعتماد و احترام به خودم بود. این عشق شرط و شروطی نداشت و در آن غمی وجود نداشت. این عشق با دوست داشتن بدون قضاوت و داوری همراه بود و نتیجهش مهربانی و توجه بود
تا بیمیلی و سوء استفاده. راه رسیدن به عشقی که کشف کردم و روندی که آن را پشت سر گذاشتم همان چیزی است که در این کتاب با شما در میان خواهم گذاشت. با روی کاغذ آوردن این فرایند و مرور دوباره آن واقعیتی شگرف را تجربه کردم. درک کردم که در هر لحظه از زمانهای شاد نبودنم همواره چیزی اشتباه را جستجو می کردم. من به دنبال ترس‌ها و قضاوت‌هایم بودم تا عشق و مهربانی و برنامه‌ای تنبیهی را دنبال می‌کردم تا اینکه به دنبال قلب پرمحبتم باشم. هنگام نوشتن این کتاب به شهامتی دست یافتم تا استعدادهای بی‌نظیرم را دریابم و از ژرفای دل آرزو کردم تا به انسان‌ها کمک کنم. از زمان اولین چاپ این کتاب که در واقع زیربنای تمامی کارهایم بود افتخار داشتم که راهنمایی ده ها هزار نفر را در سرتاسر جهان در این سفر شگفت انگیز به عهده گیرم. می توانم پس از گذشت بیش از یک دهه از شروع کارهای آموزشیم به شما بگویم که در این مسیر ضرری متوجه کسی نخواهد بود. هنگامی که درک می کنید از عشق خالص ساخته شده اید، قلبتان باز خواهد شد و با خودتان و دیگران رابطه ای همراه با آرامش پیدا خواهید کرد. هنگامی که ارزش شخصیتتان را در می آبید، هرگز به خودتان و دیگران مثل قبل نگاه نخواهید کرد. در این صورت از فرصتی که در این زندگی در اختیارتان قرار گرفته شگفت زده خواهید شد. مطالب این کتاب در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در سرتاسر جهان تدریس می شود و درمانگران و مربیان از آن بهره می برند. این کتاب تا کنون بیش از چند صد هزار نسخه در سرتاسر جهان فروش داشته است و به 19 زبان ترجمه شده است. این سفر برای من فایده های زیادی داشته است و بیشک برای شما نیز همینطور خواهد بود. می توانید بدون نگرانی به این کتاب اطمینان کنید. هنگامی که خود را همان گونه که هستید درک می کنید و می پذیرید، تمامی اطرافیانتان از این مسئله سود خواهند برد. این هدیه ایست برای افرادی که پیرامونتان زندگی می کنند، چرا که آنها نیز احساس خوبی خواهند داشت. فرزندانتان، خواهرتان، برادرتان و دوستانتان نیز آنچه را شما درک کرده اید درک خواهند کرد. مهم نیست که این درک آگاهانه رخ می دهد یا نه، همه به دنبال بازگشتن به کمال هستند. همه به دنبال این هستند که درباره آنچه هستند احساس خوبی داشته باشند. همه می‌خواهند احساس با ارزش بودن داشته باشند. این چیزی است که در این کتاب در دسترس شما قرار خواهد گرفت و پس از انجام تمرین‌های هر فصل از کتاب باید انتظارش را داشته باشید. دوست داشتن آنچه از آن نفرت داشتیم، دوست داشتن آنچه از آن می ترسیم و دوست داشتن آنچه به ما آسیب می رساند کار ساده ای نیست. معمولاً چسبیدن به دردهای گذشته ساده تر از بهبود این لحظه است. اما به شما قول می دهم که این طرز فکر اشتباه است. تنها راه رسیدن به آینده‌ای که آرزویش را داریم کامل کردن دردهای گذشته است. پذیرفتن و در آغوش کشیدن گذشته است که موجب می شود آینده چیزی کاملا متفاوت از گذشته باشد. با پذیرفتن آنچه هستیم است که می توانیم خود واقعی من را به تکامل برسانیم. هنگامی که درک می کنیم تمامی اجزای وجودمان به سوی کمال در حرکت است، خودمان را دوست خواهیم داشت. در این زمان خواهیم توانست طبیعی و واقعی باشیم. در این مسیر است که بدون هر گونه تردیدی به آنچه می خواهیم می رسیم و آنچه داریم را دوست می داریم. در این جایگاه حقیقت است که خود واقعیمان از تاریکی وجودمان متولد خواهد شد. پیروزی بر تاریک ترین احساساتمان و قضاوت‌هایمان
به ما قدرتی ارزشمند خواهد بخشید. این قدرت خریدنی و به ارث رسیدنی نیست. این قدرت پاداش سفر در تاریکی های وجود من است که ما را به نور عشق بدون قید و شرط می رساند. این پاداشی است که به افرادی اعطا می شود که آنقدر شجاعند که انسانیت خود را به همراه معنویتشان می پذیرند. این پاداشی است که شما شایستگیش را دارید. بنابراین نفس عمیقی بکشید و به خودتان اجازه بدهید تا به کاملترین شکل دگرگون شوید. این حق شماست. تمامی عشق و ابزاری که به آن نیاز دارید، هنگامی که به خود متعهد می شوید، قدم به تاریکی های وجودتان بگذارید تا به خود کاملتان برسید، در اختیارتان خواهد بود. دبی فورد، کالیفرنیا، 2010